سلام دوستان، وقت همگی به خیر باشه. امیدوارم صحیح و سلامت باشین. خیلی وقت بازار یه فرمی هست، واقعا حیفم اومد که توی یه ویدیو نیام اینو با همدیگه مطرح نکنیم. ببینین، از سال 2008 من دارم ترید میکنم. توی این در واقع 15 سالی که من تجربه ترید دارم، شاید 2 یا 3 بار هست که میبینم بازار این مدلی داره حرکت میکنه. یه بار سال 2017، اون موقعی که اردوغان اومد یواش یواش چیز کرده بود، رئیس بانک مرکزی و یعنی در واقع استقلال بانک مرکزی رو داشت ازش میگرفت، اون موقع بازار اینطوری بود شما اصلا نمیخواست تریدر باشین، صبح میومدین ترکیش لیرا به یو اس دی رو فقط بای میزدین، بعد از ظهر میومدین مثلا با یه لات دولات میدیدین 3-4 هزار دلار سود کردین. یه بار اون موقع اون مدلی بود که البته خب اون موقع چون ترکیش لیرا جزو در واقع فارکس ماژورها به حساب می اومد، اسپرد خیلی کمی داشت، مثلا انگار داشتین یو اس دی کات ترید میکردین چون جزء ارزهای معتبر بود. الان نمیشه ولش کنیم، الان نه، ولی اون موقع یه همچین دورانی رو پشت سر گذاشتیم، راحت راحت روزی 3000 تا 4000 تا 5000 تا بدون اینکه هیچ هنر خاصی داشته باشیم در واقع میتونستیم در بیاریم. یه بار زمان ترامپ بود، سال 2016 که در واقع میخواست برای ریاست جمهوری میخواست، یعنی قبل اینکه رئیس جمهور بشه، اون موقع بود که هر دفعه یه چیزی میگفت بازار کلی حرکت میکرد. بازم حتی با ما رو ترکیش لیرا اون موقع سودای خیلی خوبی میگرفتیم. یه بارم الانه، ببینید از ماه مارچ به اینور بازار اصلا یه مدل خاصی داره حرکت میکنه، اینطوری نبوده. الان من در ادامه روی چارت بهتون نشون میدم. ببینید، یعنی تو این 2-3 ماه گذشته، تو این 2 ماه گذشته اصلا نمیخواست طرف تریدر باشه. طرف تریدر هم نبود باید کلی پول در می آورد. واقعا مخصوصا از نوروز خودمون به این ور، بچه ها چه داخل ایران چه خارج از ایران با ما در تماسن میبینم، حالا من با خودم کار ندارم در واقع، بقیه رو که حالا خیلی هاشون نه دانشجوی منن نه ما باشون هیچ ارادت خاصی داشتیم، در واقع حالا با ما فقط تبادل نظر میکنن، واقعا دارن عالی کار میکنن. پس در واقع این فقط مختص من نبوده، بقیه عزیزان هم دارن خوب کار میکنن. الان رو چارت با هم دیگه میریم کاری که خودم این روزا میکنم و ببینیم واقعا بازار عالیه. حیفه، طبیعتا اینطوری ادامه پیدا نخواهد کرد، دوباره برمیگردیم به چند ماه قبل، همیشه بازار اینطوری نیست. خب میخوام راجع به موج ها صحبت کنم. الان شما قبلا مثلا سال قبل این موقع یه زمان خبر میشد طلا 15-20 دلار میومد بالا، ما ذوق میکردیم ببین چه کندری زد. الان توی یه روز عادی طلا 30-40 دلار بازی میکنه، توی زمان خبر مثلا یه یو اس دی کات 40 دلار میومد بالا، مثلا ما کلامونو مینداختیم هوا، عجب کندری زد. الان توی یه روز عادی جفت ارزا بدون نفس گرفتن فلان یهو میبینی 100 پیپ حرکت میکنه، خیلی حرفه ها. الان رو چارت بهتون نشون میدم، نگاه کنید یو اس دی کد هستیم مثلا تایم فریم 5 دقیقه دیروز، ببینید دیروز از این طرفا ساعت 1:30 بعد از ظهر، خب نگاه کنین یو اس دی کد از اینجا کند اومد بالا. حالا کاری ندارم این وسط خبر پی پی آی آمریکا بود که خب حالا خیلی به یو اس دی کد فشار نباید می آورد، ولی خب با همه کیفیت نگاه کنین 97 پیپ اومد بالا تو 5 دقیقه، شاید این مدلی معلوم باشه تو یه ساعته. چیزی که میبینین استراحت نکرده، 3-4 کندل سبز پشت سر هم دیگه، 100 پیپ اومده بالا، چه خبره؟ یو اس دی کات مثلا روزی چقدر میتونه حرکت کنه؟ رنج حرکتیش انقدر نبود. خب اصلا بحثم این نیستا که آقا جان مثلا ما خیلی خوب بودیم تو این مسیر تونستیم، نه اتفاقا مثلا این مسیر رو نتونستم بگیرم چون اصلا حواسم به این نبود. خب این مسیر رو من نگرفتم، ولی چارتی که میاد مثلا 70-80 پیپ حرکت میکنه، شما هر لحظه باید تو فکر این باشین خب آخرش کجاست؟ یه تهی داره دیگه، تهش کجاست؟ از کجا میخواد برگرده؟ این غیر طبیعی حرکت کرده، این باید برگرده. خب بیاین دوتا تایم فریم بالاتر نگاه کنین چه خبره. مثلا دارم میگم دیشب اون موقعی که دیدیم دیگه 60-70 پیپ اومده بالا، شما مووینگ در واقع 200 خدمتتون عرض کنم که عرضم که یک ساعتش اینجاست، مووینگ 204 ساعتش هم اجازه بدین من یه کپی کنم اینجا خدمت شما، این 204 ساعتش 204 ساعته و حالا مثلا با یه رنگ دیگه که نارنجی 204 ساعته، این یه تیکر بزرگ میکنم ببینین. ببینین مووینگ 204 ساعته و یک ساعته بغل هم دیگه. خب وخامت این ناحیه چقدره؟ یه لحظه نگاه کنین از 204 ساعته تا 215 پیپه.
15 پیپ با هم دیگه فرق داره، تقریبا رو هم دیگه افتادن. خب نمودار شما 100 پیپ بدون اینکه استراحت بکنه اومده بالا، خورده به 204 ساعته و 201 ساعته. بابا سلو بزنین دیگه، اصلا نگاه اصلا نگاه کردن نداره. چه خبره؟ مثلا یو اس دی کد میتونه شب 200 پیپ بره بالا، شب 150 پیپ میتونه حرکت کنه؟ نه، نباید اصلا اینقدر میومد بالا. خب ما کاری که من خودم کردم، من سلمو زدم. ببینین اگه تو این ناحیه مثل من برای سل میرفتین، یا در واقع توی یک رنج مثلا توی بازه مثلا 10-15 پی پی پخش میکردین تو چند مال من حتی پلکانی بود تو چند نوبت، نگاه کنین همیشه گفتیم بعد از یه همچین سعودی یا باید 20 درصد اینو برگرده، یا اینکه ممکنه رنج بزنه خودش رو برای سعود بعدی آماده کنه. ببینین حتی همون رنج اگه یه رنج 10 درصدی هم باشه، شما 100 پیپ نمودارتون رفته بالا، حداقل 10 پیپ باید برگرده، یعنی هر یه لاتتون با 100 دلارتون رو برمیگردونه. خیلی حرفه. نگاه کنین اون بالا، عنایت داشته باشین، ببینید همین یه تیکه کوچولو که به چشم نمیاد برگشته، ببینید 22 پیپ برگشته. حالا گیریم یکی اینجا بیرون نمیومد، هیچ اتفاقی براش نمیافتاد. ببینید چند سری دیشب باز هم جا برای این که تصمیم بگیره بیاد بیرون بود. چرا؟ چون این دیگه نفسش تموم شد، این دیگه زور نداره بره بالا، تموم شد، همه انرژیش تموم شد. خب حالا یه موقعی مثل این در واقع خیلی اون برگشتی که ما تو ذهنمونه دلمون میخواد اتفاق بیفته اتفاق نمیفته. یه موقعی هم مثل طلا دیروز نه پریروز مثلا، ببینین طلای شما یه پامپ سنگین کرد، همه اون مسیر رو برگشت. ببینین یعنی اصلا نمیخواد شما بای طلا رو بگیرین، شما سلش رو میگرفتین. ببینین طلا 15.5 پیپ برگشت، که من اگه خاطرتون باشه باهاتون اینو شیر کردم، من اینجاش در اومدم. اوکی، پس در واقع اگه توجه کنین ببینین بازار کجا از نفس میفته، بازار کجا دیگه خسته است. ببینین اصلا منظورم نیست چارتی که داره درست حرکت میکنه، این یه حرکت طبیعیه، با این کاری ندارم. به دو چیز باید توجه کنین، یکی دامنه حرکتی روزانه، مثلا به این USD CAD رو نگاه کنین، در واقع اون یه اندیکاتوری داریم دی های اند لو، اونو بذارین که براتون 24 ساعت 24 ساعت رو جدا کنه، ببینین معمولا دامنه حرکتی روزانش چقدره. خب دامنه حرکتی روزانش مثلا چه میدونم 50-60 پیپه، حالا ظرف 3 ساعت 100 پیپ اومده بالا، از خودتون سوال کنین چرا اینطوری شده، تا کجا میتونه بره، تا کجاشو میبینین از تایم فریم های بالاتر در میارین، ببینین تو تایم فریم بالاتر به جای مطمئنی خورده یا نه. ببینین این پوند یو اس دی رو من دیروز هم تو یوتیوب هم توی اینستاگرام هم قبل خبرش خیلی خیلی در واقع اومدم اعلام کردم. نگاه کنین دیروز در واقع ساعت اگه اشتباه نکنم 2:30 این طرفا بود، ببینین اینجا این کندل خبره، اگه اشتباه نکنم ساعت 2 این کندل اون خبره بوده، هم تو 5 دقیقه هم تو 15 دقیقه به خاطر خبر خورد به مووینگ 200. نگاه کنین این در واقع 15 دقیقه. خب من اینو نرفتم برای سل، در حالی که میبینین تعییدات به مقداری بوده که بخوایم بریم، من اینو نرفتم چون در واقع سایز این کندل برام اوکی نبود. نگاه کنین به نظر من نمودار خسته نبود. پس در واقع بازار به گونه ایه که شما اصلا دست اولو نمیخواد بازی کنین، شما دست دومو بخواید بازی کنین، چون موجای بازار، حرکتای بازار یه طوریه همه انرژیشو توی یه موج تموم میکنه میره. شما حالا که تموم شد رو برگشتش کار بکنی. خب بازار خیلی خوبیه و اینو میدونیم که اینطوری نمیمونه. کی بوده طلا روزی 40 دلار بخواد حرکت بکنه؟ کی بوده یه جفت ارزی بخواد روزی 100-150 پیپ حرکت بکنه؟ این بساطا نبوده. الان یه چیزی نزدیک یه ماه و نیم دو ماهی که اینطوری شده و نخواهدم موند. درست میشه دوباره برمیگرده بازم به همون رنج حرکتی روزانه. خب خوب توجه بکنین، ترید های منو میبینین، حجمای من همشون حجمای کمیه، یه لات دولات سلاته. کجا بوده با یه لات دولات بخوایم پوزیشن با مثبت مثلا 7000 دلار مثبت 5000 دلار بخوایم بیایم بیرون؟ ترید ها با کمترین حجما شما میتونین سودهای خیلی زیادی بکنین. خب میبینین دیگه جابجایی یا چقدره دیگه. دیشب اون بالا کسی یه لات به در واقع یو اس دی کرد، اگه سلو زده بود حالا اسپرت کم شده 200 دلار سودش بود با یه لات، یعنی با یه 100 دلاری وینزوری که باش کار میکنین بهتون لورج 1000 میده رو جفت ارزا دیگه، یعنی شما 100 دلار مارجین کرده بودین 200 دلار مثبت اومده بودین بیرون.
خب بازار خیلی رویاییه، خیلی فوق‌العاده است و بهتر اینه که در واقع برای ماه‌های بعدی، مخصوصا تابستون، معمولا میدونین خیلی ماه مناسبی واسه ترید کردن نیست، بهتر تا دوباره پاییز سپتامبر مثلا. خب پس بهتر اینه که تا وقت هست ما این وسط بار خودمون ببندیم. نگاه کنین وقتی دو تا ترید خوب، یه دونه ترید خوب میزنن، یه پول قلمبه میاد، بقیه تریدها رو خیلی با راحتی خیال انجام میدین، دیگه عجله ندارین برای ترید کردن، تو هر شرایطی خودتون رو داخل نمی‌کنین، خب امنیت دارین. پس حواستون باشه که در واقع چارت رو بررسی کنین، واسه ترید عجله نکنین، صبر کنین، نگاه کنین. همین امروز صبح طلا رو من یه لحظه، امروز صبح که نه، در واقع دیروز غروب رو بخوام یه لحظه بهتون نشون بدم جلو چشم حیف نبینیم، نگاه کنین این طلا خدمتتون عارضم که 15 دقیقه دیروز غروب، نگاه کنین. اصلا من کاری به کار اینکه جای درستی بودیم یا نبودیم ندارم، یه چیزی رو اینجا نگاه کنین، ببینین اصلاح نشده چقدر اومده پایین، تقریبا 20 تا تعیین بگیریم 27.5 دلار اومده پایین. خب ببینین شما برگشت دارین تو 15 دقیقه، تو 5 دقیقهش قشنگتر میتونه برگشتی که اتفاق افتاده رو ببینین چقدره، 11 دلار برگشته. خب پس چون حرکت اولیه حرکت خیلی خیلی سنگینیه، خارج از تحمل اینه، معمولا برین نگاه کنین استاندارد حرکتی این انقدر نبوده، یه برگشت 30% بهتون میده کلی میشه، چون حرکت قبلی خودش خیلی حرکت زیادی بوده. خب پس حواستون به وضعیت فعلی بازار باشه و اینم تو ذهنتون باشه، این شرایط شرایط پایداری نیست، موقتیه. یعنی همین ملکه ذهنتون نشه 6 ماه دیگه هم بخواید اینطوری ترید کنین بگین خیلی خوب حرکت اولیه رو نمیگیرم، من فقط رو برگشتا میخوام کار کنم، دوباره همه پولی که اینجا به دست آوردین اونجا میخواین ببازین. خب پس حواستون باشه این شرایط شرایط پایداری نیست، موقتیه، ولی بهتر اینه که ما تو این شرایط موقتی قشنگ بار خودمون رو ببندیم. اوکی پس اون واسه همتون آرزوی بهترینا رو دارم، امیدوارم که تریدهای خیلی عالی بزنین و از این وضعیت بازار نهایت استفاده رو بکنین. وقت همگی بخیر.